به صدای قلب ایران گوش کن، به صدای کوهساران گوش کن، بهترین افسانه من گوش کن، به صدای پای باران، به سپرداز بهاران گوش کن، با تو هم هم خانه من، همه جا پر از پرنده، همه جا پر از ترانه، به صدای آشنای قلب ایران گوش کن. توازن در جامعه ما نیست، یعنی در یک بودی پیشرفت‌های خیلی زیادی داریم، اما در یک بودی خیلی عقب‌افتادیم. در اون بودی که پیشرفت کردیم رو اسمش من می‌ذارم سیاست یا حکومت، مثل امنیت، مثل دفاع، ساختن موشک‌های برد بلند، ماهواره. اینجا پیشرفت ما خیلی زیاد، یعنی در حد یک قدرت بزرگ به ظهور رسیدیم. اما این چه مسئله است که ما تو گوشت مرغش تو کشور می‌مونیم، تو مسئله ارز می‌مونیم، تو مسئله گرانی می‌مونیم؟ من اسمش رو گذاشتم عدم توازن بین سیاست و زندگی. یعنی چی؟ یعنی 2 میلیون معتاد، یعنی 3 میلیون بیکار تو این کشور، یعنی سالی 20,000 کشته تو تصادفات و 200,000 زخمی، و یه سیلی به نام گرانی راه افتاده. یارانه ها موثره، این ارزی که بانک از بانک مرکزی گرفتن موثره، و فشار اقتصادی قرار در ایران به حد نهایت خودش رسیده. یعنی جان مردم، مال مردم و آبروی مردم چرا کم اهمیت؟ یعنی بین سیاست و زندگی شکاف بزرگی وجود داره، یه دره عمیقی شکل گرفته. اگر این شکاف پر نشه، ما تمام پیشرفت‌های حوزه سیاست رو از دست خواهیم داد. یعنی دشمنان ما متوجه شدن که ما یه جا ضعف داریم، ما ماشاءالله هم مخالف داریم، هم رقیب داریم، هم دشمن داریم، از عربستان و ترکیه که رقیب ما هستن تا اسرائیل و آمریکا که دشمن ما هستن، ما کم فهرستی از تقابلات رو نداریم. خود ما هم اینو یه مقدار سنگینش هم کردیم. باید به زندگی برسیم. مهمترین بخش زندگی اقتصاد، ولی همه زندگی هم به این یه بخشی از زندگی اقتصاد، یه بخش دیگه زندگی مربوط به سلامت میشه، مربوط به اخلاق میشه، مربوط به محیط زیست میشه، یه بخش زندگی مربوط به هویت و فرهنگ ما میشه. امیدوار هستم که همونطور که گذشتگان ما تا کنون باهای سنگینی رو برای رسیدن به این نقطه برداختن، ما بتونیم این نقطه رو به اون هدف نهایی و اون مقصد نهایی که از اول این ملت برای این اساس تو میدون اومد، بتونیم انشاءالله داشته باشیم و مسئولیتی که برای خودمون هست انجام بدیم. لازمه این کار بروز و ظهور یک انرژی بزرگی از سوی ملت ماست. مدیریت کار آمد و یک انرژی که از سوی ملت ما بوی نظری، بوی اسفند، لحظه های عشق و لبخند، خاطرات تلخ و شیرین، پای سفره های همسین، همه جا شکوف باران، همه جا به یاد یاران، بوی سیب و سبز می آید، خدایا بوی ایران می کشاند از هر جای دنیا عاشقان را سوی ایران. هیچگاه تا حالا این مقوله به طور جدی برنامه ریزی نشده که آیا هنر اقتصاد دارد یا ندارد، آیا فرهنگ اقتصاد دارد یا ندارد. کی گفته که هنر و فرهنگ ما درآمدزا نیست و نمیتونه درآمد داشته باشه؟
اصلا ما مقوله‌ای رو به نام اقتصاد هنر، اقتصاد سینما، اقتصاد فرهنگ تعریف کردیم و روش برنامه ریزی انجام دادیم یا یه چیزی به اسم وزارت ارشاد درست کردیم، یه بودجه هم حالا بالاخره بهش میدیم، با این همه نیازهای فراوان میگیم خود شما برید تصمیم بگیرید. این که برنامه ریزی نیست. الان نحوه اداری کشور به صورتی است که فقط ما بخش کوچکی از سرمایه های انسانیمون و نخبگانمون رو میتونیم به کار بگیریم و لذا سیستم اداری ایران الان ضد پیشرفته. یعنی آن چیزی که ما الان در ایران داریم درست در مقابل پیشرفت و توسعه طراحی شده. خب حالا راهکارش چی؟ راهکارش این است که ما به یک مدل جدید برسیم. اگر ما بخوایم یه تحول اخلاقی معنوی تو کشور شروع بشه، این مسئله باید از ما سیاستمدارا و مدیران کشور شروع بشه. یعنی اگه قرار باشه ما همچنان بد اخلاق باشیم و اون صداقت لازم بین ما نباشه، نمیشه انتظار داشت که جامعه هم از یک اخلاق درستی برخوردار بشه. شما خودتون دیدید در اون مناظراتی که اتفاق افتاد، خب رفتار خیلی بدی صورت گرفت. اون شبی که یکی از این کاندیداها عکس خانم یک کاندید دیگه رو بلند کرد، باید در ایران 3 روز عزای ملی اعلام می‌کرد. اگر این میشد، خب خیلی از این مسائل جلوش گرفته میشد. برای اینکه شرف ما و اون احترام خانواده اگر یک جا فرو پاشیده بشه، سنگ روی سنگ بند نمیاد. من فهم میکنم ما باید نگاهامون رو درست کنیم. یعنی در سیاست مداران ما باید نگاه به جامعه، نگاه به زندگی، نگاه به اخلاق، این باید تغییر اساسی درش به وجود بیاد تا اینکه ما شاهد باشیم دوباره اخلاق و معنویت در جامعه ما تقویت بشه و رشد پیدا کنه. واقعیت اینه که سیستم آموزشی و تربیتی ما هدف روشنی نداره. یعنی ما نمیدونیم این جوانا رو برای چی میبریم مدرسه. نظام آموزشی ما، نظام پرورشی ما یه مسیری غیر از زندگی رو داره طی میکنه. ما اصلا جوانامون زندگی کردن رو با هم یاد نگرفتن. قبل از این که برم وارد سپاه بشم، به مدت 10 سال من کار سیاسی میکردم. اما چطور میتونستم ببینم کشورم اشغال شده، اینجا پیش زن و بچه‌ام بمونم، دنبال نماینده مجلس بشم، وزیر بشم؟ خب من ننگ موندن عقب جبهه رو نپذیرفتم. لباس سیاست رو در آوردم، لباس رزم تن کردم، رفتم توی صحنه‌های نبرد. من مهندسی مکانیک علم و صنعت بودم. بعد از اینکه دیگه خب انقلاب شد و جنگ شد و دوباره ما برگشتیم به سیاست، من تغییر رشته دادم به اقتصاد. از مکانیک رفتم دانشگاه تهران، از مصند رفتم دانشگاه تهران، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا اقتصاد رو من از دانشگاه تهران گرفتم. الان هم مصند اقتصاد ایران میگم، دانشگاه تهران هم کسب و کار و کارآفرینی رو تدریس. وقتی اومدم دوباره وارد سیاست شدم، دیدم این سیاست خیلی تغییر کرده. به قول اشایر نامردی خیلی زیاده تو اینجا. لذا شما دیدید من سال 84 از این 8 نفری که تخت گاز میرفتن که از خط پایان رد بشن، من چند روز قبلش کنار کشیدم. سال 88 خب من تا جاپامو محکم نکردم نیومدم تو صحنه. منتها همین باعث شد که من 40 روز مونده به انتخابات بیام تو صحنه. ولذا از 30 و خورده استان من فقط 7-8 تا استان رفتم. اصلا فرصت پیدا نکردم ارتباط بگیرم و حرفم رو بزنم. ولی شما قبول کنید که اگه من اون موقع نمی اومدم، باید امروز از صفر شروع میکردم. چرا؟ چون آثار اون صحبتهای من توی ذهن مردم هست و من یکی از تکیگاه ها شروع از همون نقطه پایانی است که به قول شما کات دادیم و دقیقاً افتادیم به حوادث بعد از سال 88. از نظر خود من اولین باره که دارم تو انتخابات میام، چون باید حتما یه مسیر احتیاط آمیزی رو در پیش میگرفتم و کار شتاب‌زده انجام نمیدادم. امروز با فرصت گذاشتن این مقدمات و فراهم شدن شرایط متاسفانه سختی که با تخصص من هماهنگی داره، فکر میکنم که انشاءالله دیگه مثل گذشته نخواهد بود و بعض عوض میشه.
قصه ی دلهای روشن لحظه لحظه می نویسم قصه از مردان میهن می نویسم قصه‌ام را بر تن خاکم خدایا گوش کن به صدای قلب ایران گوش کن به صدای ساران گوش کن به صدای پای باران گوش کن به صدای آشنای قلب ایران.